از چه خودکاری برای استنسیل استفاده کنیم؟ اگر طرح‌های ظریف مثل فونت، طرح‌های مینیمال یا کارهای لاینینگ، جیومتریک و امثال اون دارید استفاده میکنید، بهتر که خودکارتون خودکار ظریفی باشه. ما به شما این خودکار رو پیشنهاد میکنیم که از دیجیکالا میتونید تهیه کنید، مارک کرند خودکار 5 دهم. ببینید اینجا رو، خودکار 5 دهم، نوک خیلی نازوکه داره، برای کارهای ظریف خیلی خوبه. فقط از دیجیکالا اگر بخواید بخرید به صورت بسته 10 عددی میتونید بخرید. اگر مورد استفادهتون قرار نمیگیره میتونید از لوازم تحریریه بگردید یا از فروشگاه شهر کتاب هم من دیده بودم که خودکارهای 5 دهم داشتن. خودکارهای 5 دهم نوک خیلی ظریفی دارن، ببینید خطوط ظریف کشیده میشه. برای کارهای خطی، نوشته فوق‌العاده مناسب هستن این خودکارها. از روان‌نویس اصلا استفاده نکنید چون جوهرش پخش میشه. اگر نتونستید پیدا کنید، خودکار 7 دهم مارک پنتر لوازم تحریریات دارن، میتونید از اون استفاده کنید یا توی دیجیکالا هم فکر میکنم باشه این خودکار. خب خطوطی که این خودکار میکشه کمی از خودکار مارک کرند که 5 دهم هست، یه مقداری کلوفتره. خودکارهایی که عمدتاً توی بازار هستن مثل خودکار بیک، نوک 1 یا 1.2 دهم دارم. ببینید من خطی که میکشم به مرور از اینجا خطوط من داره کلوفتر میشه. زیاد پیشنهاد نمیشه، نه اینکه نتونید باهاش کار کنید، میتونید کار کنید، فقط برای نوشته های خیلی ظریف یا کارهای ظریف خیلی مناسب نیست، کمی اذیتتون میکنه. نکته دیگه که باید بهتون بگم ماژیک جراحی هست که پیشنهاد نمی کنیم استفاده کنید. به این صورت هستن که دو سر هستن، یه طرفش سر نمدی نازک داره و طرف دیگه به صورت ماژیک هست و کلفته. چرا میگیم از این برای استنسیل استفاده نکنید؟ چون سر این ماژیک ها به صورت نمد هست، نمیتونید توی استنسیل کردن چون باید کمی فشار بدید. وقتی فشار میدید نوک این خراب میشه و به مرور کلوف میشه. اینها واسه یه کارهای فری هند که روی بدن بخواید به صورت مستقیم یا تری خودتون بکشید مناسب هستن، هم استریل هست، همین که ترش روی بدن پاک نمیشه. ولی واسه استنسیل کردن اصلا از اینجور ماژیک ها، کلا ماژیک ها و ماژیک جراحی استفاده نکنید. پس ما پیشنهادمون به شما خودکار 5 دهم. اینجا نوشته شده، بعضی موقع میبینید اینجا نوشته میشه، یا این خودکار یا خودکار 7 دهم که راحت‌تر میتونید پیدا کنید. این خودکار رو پیشنهادمون به شما استفاده از یکی از این دوتا هست. امیدوارم که به کارتون بیاد. خب دوستان عزیز، ویدیویی که میخوایم برای شما آماده کنیم اجرای فونت‌های نستعلیق هست. روشی که توی این فونت‌های نستعلیق هست بهتون میخوام یاد بدم، میتونه توی فونت‌های انگلیسی هم، انگلیسی که ظریف هستن هم اجرا بشه. ما کلا بخوایم حساب کنیم فونت‌های نستعلیقمون یا به این شکل هستن یا به این شکل، یعنی یا خیلی ظریف هستن یا اینکه کمی ضخامت دارن. شبیه به این رو توی آموزشامون داشتیم که یه فونت انگلیسی داشتیم، دورگیری میکردیم، داخلش رو پر میکردیم، ولی این سبکی رو نداشتیم و از اونجایی که خیلی درخواست داشتن دوستان که حالا فونت‌های ظریف هم ما توی آموزش داشته باشیم، اینو میخوایم برای شما انجام بدیم، استنسیلش رو انجام بدیم چون خیلی مهمه، خیلی مشکل دارم و بعد اجرای اون. نکته‌ای که باید بهتون بگم، ببینید من این سایز فونت رو مد نظرم بوده انتخاب کردم، 2 تا پرینت ازش دارم، یکی این طرف انداختم یکی این طرف. یه دونه از اینا رو من استنسیل میکنم و یکی رو نگه میدارم برای اجرا. زمانی که دارم اجرا میکنم اون جلوی چشم باشه و میخوام ببینم. خب ببینید خودکاری که باید استفاده کنید، پیشنهاد من اینه که یا مثل این خودکاری که من دارم 7 دهم باشه که اینجا نوشته شده، یا اگر تونستید خودکار 5 دهم پیدا کنید. من خودکار 5 دهم داشتم، الان متاسفانه پیداش نکردم که این کار انجام بدم، با 7 دهم انجام میدم شما ببینید. در حد یکی از این مصرعا رو من میخوام انتخاب کنم، هم استنسیل کنم هم اجرا کنم. فکر کنم همین مصرع اول بهتره، چون هم حروف کشیده داره هم حروف ظریف داره. خب ببینید جایی که کلوفتر هست مثل م اول، خب من م رو یه ذره روش بازی میکنم کلوف میشه. این خطی که به م چسبیده زیاد بازی نمیکنیم، میام روی نه. ببینید نه رو یه بار میام، انتهای نه یه ذره کلوفتی داریم، بدنه نه میام با همون خودکار کلوف میکنم. ما توی فونت های ظریف فونت های ریز دو لاینه نمی کنیم، یعنی دور تا دور نمیگیریم که وسطش خالی باشه، سعی میکنیم همونو در بیاریم. خب این نقطه هم که من با همون خودکار انجام میدم. درد قسمت بالایش کمی کلوفتره، یعنی بالا رو من یکم تکرار میکنم. ر قسمت پایین ر کمی کلوفتره که یه ذره اونجا بازی میکنم. دوباره د، خب میام تو نقطه هاشو میذارم. ببینید اینجا یک دسته اون ته میاد روی و، من روی و اینجا رو میچرخم کلوف بشه. قسمت پایین و اون یه ذره پایینش حس میکنم کلوفتره، میام بس یکم اینجا رو تکرار میدم درست میکنم. ر یه خط تا پایین میام، پایینش رو کمی بازی میکنم کلوف شه. آ یه خط منحنی میام، یه ذره پایینش رو بازی میکنم که اینم حالتش رو به دست بیاره. دوباره این زی که هست پایینش کمی بازی. به همین صورت توی استنسیل کردن نگاه میکنیم که حروف اون جاهایی که کلوفتر هست رو با تکرار کلوف میکنیم. ببینین ت یه ذره کلوفتر بود، من تکرارم و بازی کردنم روش زیاد شد. دوباره الف میاد، اون قسمت بالایی آ علامت مدش، ببین قسمت وسطش کلوفته، پس من تکرار میکنم این وسط رو که حالتش رو به دست بیارم. آسان سه قسمت پایینش که به الف میچسبه کلوفته، با تکرار کلوف میکنم. نه هم که این پایینش کلوف بود انجام دادم. ندهم پایین نه، این دی که هست ویرگول ه یه ذره بالاش کلوفته، روی مه مکس میارم پایین. تمامی فونت های حالات نستعلیقی که دارین به همین روش، یعنی شما باید به کلوفتی و نازوکی اون قسمت فونت توجه کنید. جایی که کلوفتر مثلا مثل این نه با تکرار من به دست آوردم، جایی که خب نازوکتر مثل مثلا این سه قسمت دندونه های سه خیلی روش مانور نمیرم، فقط یه خط ظریف میخواستم. حالا شما اگر من خودکارم خیلی مناسب نبود یه ذره کلوف بود، اگر تونستید خودکار 5 دهم پیدا کنید فروشگاه شهر کتاب دارن، توی دیجیکالا بگردید بسته ایش هست، یعنی تکیش نیست ولی بسته ایشو میتونید پیدا کنید. خب اینو انتقال میدیم روی پوست مصنوعی. یه توضیحاتی در مورد انتخاب سوزن هم بهتون میدم که دیگه اجراش انجام بدیم.